تجربه دوبار دستگیری و شکنجه یک زن فعال بلوچ از نسل زد از اون مبارزی ساخته که حالا برای ایجاد ارتباط بین دو نسل مخالفین جمهوری اسلامی تلاش میکنه. در گفتگوی من با الهه اجباری همراه باشید. الهه اجباری، خیلی خوشحالم که دعوت به گفتگو رو پذیرفتی. مرسی از شما. الهه، تو تازه مهاجرت کردی و مهاجرت تحت تاثیر اتفاقاتی بوده که در ایران برات افتاده. میدونم که هم در بعد از در واقع حوادث بعد از قتل مهسا امینی فعال بودی و هم قبلش دستگیر شدی. کمی از این اتفاقات بگو. ببین، اتفاقایی که افتاد که منجر شد به اینکه من الان اینجا آلمان باشم، یک روند طولانی تقریبا 10 سال است که برمیگرده به موقعی که من تصمیم گرفتم که درس بخونم و اولین مهاجرتی که کردم اومدن از سیستان و بلوچستان به تهران بود. با اتفاقای خیلی عجیب غریبی همراه بود که اون موقع قبل از اینکه الان فضای مجازی انقدر در واقع گسترش پیدا بکنه و مردم دسترسی داشته باشن به اتفاقهایی که داره توی سیستان و بلوچستان میفته، اتفاقای زندگی من شبیه آلیس در سرزمین عجایب بود و من نمیتونستم برای کسی تعریف کنم که چه اتفاقی افتاده و الان دارم اینجا چی کار میکنم یا چه مشکلاتی دارم. یعنی ارتباط گرفتن برای من با آدمایی که اونجا بودن خیلی سخت بود. ولی خب من اومدم تهران بعد اون اتفاقا و باسم ماجراهایی که توی بلوچستان بود همچنان دامن من رو گرفته بود و سالها طول کشید و اولین مواجهه من بود با حاکمیت. چون تا قبل از اون فکر میکردم اگر مشکلی وجود داره اطراف من به خاطر اینه که مردمی که باهاشون بزرگ شدن، خانواده‌ای که بزرگ شدن باهاش، این درک رو ندارن و نمیدونستن. انگار که توی تهران منتظر بودن که یه دختری از سیستان بلوچستان بیاد و بهشون بگه که میدونید این بلاها داره سرمون میاد و اونا هم بگن که وای ما نمیدونستیم، از الان همه این تغییرات رو میدیم و منتظر تو بود. و متوجه شدم که نه، همچین چیزی وجود نداره، بلکه اون سیستم بزرگ که میشه حاکمیت، میشه جمهوری اسلامی، داره سیستم های کوچکتری مثل آموزش پرورش، میشه مثل نهاد خانواده رو داره تغذیه میکنه. و اونجا بود که مبارزه من با اون نهاد بزرگتر شروع شد و اولین باری که دستگیر شدم و زندانی شدم سال 99 بود و اون جریان بزرگی که خب فکر می‌کنم اون چیزی که در ابتدا گفتم، مشکل ارتباط گرفتن من با تهران بود یا با دخترای همسن خودم بود، انگار اون حاله برداشته شد و تونستم بیشتر ارتباط بگیرم و توی زن زندگی آزادی دوباره دستگیر شدم و دوباره تحت فشار قرار گرفتم و اونجا بود که دیگه راهی برای موندن نداشتم و اومدم بیرون. این چیزایی که تعریف کردی البته به تجربه اول زندان در سال 99 که در واقع داشتی فعال بودی برای مردم بلوچستان و به ویژه زنان بلوچستان، از تجربه زندان دومت، در واقع دستگیری دومت هم بگو. برای بار دوم دستگیر کردم خاطر اینکه خب من توی اعتراضاتی که مربوط به زن زندگی آزادی بود شرکت می‌کردم. اون موقع خودم معلم بودم و شاگردان من خب کسایی بودن که همراه من می اومدن و اونجا بود که توی شب که داشتم از کلاس برمیگشتم، کلاس برگزار کرده بودم و همیشه هم آخرین نفری بودم که از مؤسسه می اومدم بیرون، از پشت توسط 3 تا مرد گرفته شدم و 4 روز رو تقریبا، البته چون من اونجا دسترسی به نور و اینا نبود نمیدونستم چند روز گذشته، بعدن که اومدم بیرون متوجه شدم، 4 روز رو شکنجه شدم توی خانه امن سپاه که توی تهران پارس. بعد از خیزش زن زندگی آزادی در سن و سال تو تعداد زیادی ما مهاجر داشتیم، در واقع یک سری افراد از آسیب دیده های چشمی، از کسانی که دستگیر شده بودن یا تحت فشار بودن، از خانواده های دادخواه خیلی مهاجرت کردند و خیلی هاشون هم در سن و سال شما هستند.
الان شما به طور رسمی دارین اینجا فعالیت میکنین علیه جمهوری اسلامی، فعالیت های مختلفی از فضای مجازی، سوشال مدیای خودتون گرفته تا محافلی که شرکت میکنید. نگاه شما که میشه گفت تازه اضافه شدید به بدنه مخالفین جمهوری اسلامی که داشتن سالها خارج از کشور فعالیت میکردن چطوره؟ ببینید تا الان که من برسم به اینجا نگاه همین نبود که اینها افرادی هستن که مسن سنشون بالاست. من فرنگ بلوش آدمی که سنش بالاست خیلی آدم ارزشمندیه، اینجوری نبود. ولی الان به این شکله که نمیتونم ارتباط بگیرم. و یکی دلیلی که نمیتونم ارتباط بگیرم به خاطر اینکه نسل زد توی ذهن خودش خیلی از مسائل رو رد کرده و ازش گذشته. و وقتی من میام اینجا و میبینم که آدمایی که سالها توی کشور دیگه بودن، اصلا توی ایران هم نبودن و هنوز یه سری مسائل توی ذهنشون حل نشده و ازش عبور نکردن، یه لحظه خودم میبینم که اوکی، اون جنگی که من سالها با پدر و مادرم داشتم انگار دوباره اینجا باید داشته باشم. فرق نمیکنه توی این جنگه. البته نمیتونم اینو به همه ربط بدم، واقعا هستن آدمایی که سنشون هم بالاست ولی باز هستن. شما میتونید باهاشون گفتگو کنید، حرفای شما رو میشنون و خیلی جالبه، میگن که اشتباه کردیم. یعنی این رو میپذیرم و خیلی جاها میگن که آره به نظر من ما محافظه‌کار بودیم ولی شما محافظه‌کار نیستید. و باب گفتگو رو باز میکنن. این چیز رو من خیلی کم میبینم. نمیتونم بگم همه اینجوری هست. ولی باز هم جای امیدواری هست. ممانه کسی که نسل زده اینکه بتونم ارتباط بگیرم و ازشون یاد بگیرم. بخاطر اینکه اونها یه سابقه تاریخی دارن. و ما ادامه دهنده راه اوناییم، حتی اگر ازشون خوشمون نیاد، حتی اگه کلی هم بهشون نقد داشته باشیم، حتی بگیم خواهی من بودم این کارو میکردم، ولی من فکر میکنم ما ادامه دهنده راه اوناییم. یعنی اونا این هزینه ها رو دادن، این کارا رو کردن و ما هم اینا رو یاد گرفتیم. حالا نسل ما به همراه شبکه های مجازی و اون گفتگوهایی که بوده و اون امکاناتی که بوده خیلی تفاوت میکنه طرز فکرش، اما نمیتونه و نباید نادیده بگیره اون چیزی که تاریخ مبارزه ایرانه. یکی از اصولی که در واقع در مخالفت با جمهوری اسلامی لزومش بیشتر از همیشه احساس میشه تشکلیابی و سازماندهیه و از اون طرف هم جوانترها به ویژه کمتر اقبال دارن به اینکه عضو یک حزب و گروه و دسته‌ای باشن و خیلی شاید مشتاقن که مستقل همیشه برخورد کنن، مستقل عمل کنن. این رو چطور میبینی؟ آیا کدومش درست‌تر میتونه باشه برای ادامه فعالیت؟ مسئله همینجاست. ما میتونیم سازماندهی رو یاد بگیریم در این اینکه ارزش‌های فردی رو به رسمیت میشناسیم. این فردگرایی کلا تو فرهنگ ما خیلی چیزیه که همیشه بد داشته میشه. یعنی مثلا خودخواهی تعبیر میشه، اینکه یه آدمی به ارزش‌های فردی خودش، به فردیت خودش رو به رسمیت بشناسه. و من فکر میکنم که ما میتونیم سازماندهی یاد بگیریم. سازماندهی خیلی چیز مهمیه، ولی این ممکن سیاسی نباشه، این حزبی نباشه. سازماندهی به این معناست که من ارزش‌های فردی خودم رو میدونم چی هست و میتونم بابتشون بجنگم و حقوقش رو بگیرم. اما مثلا میگم ما توی حزبای مختلف ایران داریم میبینیم که راجع به حقوق اولیه بشر هم میخوان که بحث کنه، میخوان اونها رو هم یک روزی بذارن به رأی گیری، در حالی که یک همچین چیزی پذیرفته نمیشه. ما باید این رو بدونیم به عنوان یک فعال سیاسی که از دست جمهوری اسلامی فرار کردیم، اگر که این حکومت تغییر کرد و بتونیم برگردیم، قرار نیست در حکومت بعدی زندانی بشیم دوباره. به خاطر هویت‌های جنسیتیمون مثلا، به خاطر هویت‌های جنسیمون. ولی در حالی که این هویت جنسی که یه چیز فردیه، آزادی فردیه، کلی مورد بحث قرار گرفته میشه. به نظر من اینو میشه توی حداقل مسئله که مربوطه به حزبه اینو راجعش صحبت بکنن. یعنی اپوزیسیون، گروه‌های مختلفی که مخالف جمهوری اسلامی هستن بتونن روی مفهوم آزادی با هم به یک اشتراکی برسن. وقتی راجع به مفهوم آزادی هم نمیتونن با هم به اشتراک برسن، پس نمیتونن توقع داشته باشن از نسل زدی که از اولین بنیادی که باش بزرگ شده، ازش رشد کرده به اسم خانواده، مقابلش ایستاده و الان بیاد در مقابل کسایی بجنگه که داره با همون باورهای سنتی کار میکنه.
تفاوت نسلی آیا باعث شده که در نوع مبارزه، نوع مخالفت با جمهوری اسلامی هم تفاوتی وجود داشته باشه؟ این تفاوت رو کجاها بیشتر حس میکنی؟ من فکر میکنم که یکی از ویژگی‌های مهمی که این نسل داره زیر سوال بردن همه تقدس است و نخواستن قهرمان. یعنی یه ویژگی خیلی مهمی که من خیلی دوست دارم همین که هیچ نهادی مقدس نیست برای ما. ما میتونیم زیر سوال ببریم و مثل قبل نیست. یعنی توی گذشته و توی حالا فرهنگ‌های مربوط به گروه‌های مختلف جامعه ما داریم اینو می‌بینیم که دلایلی که به نظر من ایران هیچ وقت پیشرفت نکرده همین بوده که ما نمی‌تونستیم نقد بکنیم. همه چی برای ما مقدس می‌شده، غیر قابل نقد می‌شده. و یا از مبارزینمون قهرمان می‌ساختیم. این چیزیه که ماها خیلی باهاش مخالفیم. این بارها هم پیش میاد به من میگن که تو مثلا قهرمان زندگی منی و من اینو دوست ندارم. خود من توی زندگی الگوهایی دارم که بگم که فلانی برای من الگوه، ولی هیچ وقت اون رو قهرمان نمی کنم، مقدس نمی کنم. به خاطر این که وقتی این کار رو میکنیم اجازه خطا به آدما نمیدیم. نمیتونیم اینو تصور کنیم که اون فرد، اون قهرمان زندگی ما خطا میکنه، اشتباه میکنه و ما میتونیم زیر سوالش ببریم. و بعد مجبور میشیم که همیشه از اون دفاع کنیم، چون اون چهره معصوم مقدس رو میخوایم نگه داریم. و این چیزیه که نسل زد واقعا داره میشکندش. این نقطه تفاوت نسل زد، مبارزین نسل زد با نسل‌های قبلیه که اینجاست که به مشکل میخورن. و حالا برای قبلی‌ها چون یک سیستم ایدئولوژیک تری هم بوده و برای جدیدی‌ها نیست، این یکی از نقاط تفاوت بین نسل زد، بین مبارزین نسل زد با مبارزین سابقه. الهه اجباری، خیلی ممنونم که دعوت به گفتگو رو پذیرفتی. مرسی شما.